درود بر شما. هفتم خرداد ماه 1400 خورشیدی و 28 می 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به گرفتاری‌های قانونی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. پیش از اینکه بپردازیم به این برنامه، باید با استاد و دوست و برادر گرانقدر، رفیق گرانقدر، شاعر مهمی که از او بسیار آموختیم، وداع کنیم. اسماعیل خویی سه‌شنبه پیش، 4 خرداد 1400 در بیمارستانی در لندن درگذشت. خویی متولد 1317 در مشهد بود، دانش آموخته فلسفه از دانشگاه لندن و استاد فلسفه در دانشسرای عالی تهران. از دل جنبش نوین روشنفکری ایران درآمده بود. از جوانی سالهای دهه 40 همچون یکی از شاعران صاحب سبک نیمایی در کنار شاملو، اخوان، فروغ و چند شاعر مهم دیگه جایگاه بلندی در شعر فارسی پیدا کرد. وقتی مسیر شعر خویی رو نگاه میکنیم، میبینیم از قله، از شاعرانی بود که از قله شروع کرد و در قله موند. مثال عرض میکنم خدمتون، شعری که در 31 سالگی نوشته بود، تاریخ شعر 1348 و 49. اینقدر همگیر شده بود و حس و جان داشت که به قول فرج سرکوهی، در که زندانی قبل از انقلاب بود و البته بعد از انقلاب، فرج سرکوهی میگوید در زندان ساواک زندانیا این شعر رو روی دیوار زندان می نوشتن: آنچه من می بینم ماندن دریاست، گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست، گرچه ما می گذریم راه می ماند، غم نیست. خویی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در ایران و در تبعید بود. تنها تشکل مستقل اهل قلم ایرانی که 50 و چند سال داره بدون مجوز خواهی از حکومت‌های قبل و بعد از انقلاب برای آزادی بیان مبارزه میکنه. تو همین یک سال گذشته 6 عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شدند، زندانی شدند. از انقلاب 57 به این سو، عده‌ای از اعضای شاخص کانون اعدام شدند یا به وسیله مزدوران اطلاعات روبوده شدند و کشته شدند. محمد مختاری و چند عضو شاخص دیگر کانون نویسندگان ایران در این شمار، محمد جعفر پوینده و اینها. باری اسماعیل خویی در جریان انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در شمار استادان اخراجی دانشگاه بود. سال 1361 از ایران مخفیانه مهاجرت کرد. پرکارترین شاعر صاحب سبک ایرانی بود در تبعید، که خود خویی بهش میگفت بی در کجا. بیش از 30 جلد کتاب شعر در خارج از کشور از خویی منتشر شده که 7-8 تاش مجموعه هایی است از کتاب های پیشتر منتشر شده یا گزینه هایی از کتاب های پیشتر منتشر شده. نثر و شعر خویی سبک ویژه او رو داشت. کسانی که آشنان با آثار خویی میدانند که اصلا لازم نبود امضا بزنه خویی زیر آثارش، روشن بود که این نوشته یا شعر از خویی است. خیلی ویژگی ها داره شعر خویی که ابدا بشه من در این مختصر حتی اشاره بکنم. از واژه سازی بسیار در شعر گرفته تا نگاه شاعرانه به اندیشه های فلسفی، از سرودن در همه قالب های سنتی تا پایه‌گذاری سبک خاص خودش در شعر نیمایی و در محتوا، از انسانیت ناب تا مرگ خواهی برای به قول خودش فرمان فرمایی آخوندی. یه بار با هم صحبت میکردیم، ازش پرسیدم مهمترین درس نیما برای شاعران چیه؟ یه جمله کوتاه گفت، گفت نگاه نو به جهان. این نگاه نو به انسان و جهان رو انصافا خود خویی به کمال در آثارش به اهل فرهنگ و شعر و هنر
آموزش داد. تقدیمی این هفته به شاعران و مردم آزاده ایران. اجازه بدین یه چند تا رباعی براتون بخونم، یه چهار پنج تایی که به راستی فشرده ای از آنچه من میگویم رو در بیشتر زمینه ها در خودشون دارند. این گونه ربایی ها: با رقص گیاه زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟ ای کرده حرام شادی و خنده به ما، با قهقهه گل به بهاران چه کنی؟ گرمی شد از این بیش ستم می کردی، افلاک سیاه پوش غم می کردی، می گفتی روسری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. در بحر جهان خورده شود ماهی خرد، هر برگ که از شاخه جدا شد پژمرد. ایران من ای مام بلا دیده، بگوی با ترک و بلوچ و خوزی و فارس و کرد. بد گویم و از بدم دریغ آید و شرم، نیز از بد بی حدم دریغ آید و شرم. حیرت زدم که تا چتان نام دهم، دد گویم و از ددم دریغ آید و شرم. بد گویم و از بدم دریغ آید و شرم، نیز از بد بی حدم دریغ آید و شرم. حیرت زدم که تا چتان نام دهم، دد گویم و از ددم دریغ آید و شرم. آزادی ای راه من، ای رهبر من، ای خواست تو سرشته با گوهر من. می باید اگر که در راحت سر بدهم، اینک سرم، اینک سرم، اینک سر من. من با تو نگویم که چه یا چون بنویس، از حال درون یا که ز بیرون بنویس. بنویس بدان چه تاید از دل، یعنی ای شاعر قتل عام با خون بنویس. ماهی ز گزند آب کی میترسد، از گم شدن آفتاب کی میترسد. گو نگذارند شعر من چاپ شود، از کهنه شدن شراب کی میترسد. گویند اگرت باد به امرش بوزد، این معجزه اوست بدان شک نسزد. برتر از این معجزه خواهی ز امام، بنگر که خورد زهر و ککش هم نگزد. طبق آمار خودشون 592 نفر ثبت نام کردن. شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت 40 تا از 592 نفر رو بررسی میکنه، بقیه برن پی کارشون. از این 40 تا هم 7 تاشون رو قبول کرد.
ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محسن مهرعلی زاده، عبدالناصر همتی، امیر حسین قاضی زاده، علی لاریجانی و عزت الله زرقامی و اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد و 29 نفر دیگه رد صلاحیت شدن. به قول آقا صلاحیتشون احراز نشد. در معرفی تایید صلاحیت شده ها اجازه بدید که هفته آینده براتون یکی یکیشون رو معرفی کنم. سال 98 در انتخابات مجلس شورای اسلامیشون، شورای نگهبان همه نامزدهای اصلاح طلب رو رد کرد و کلی هم سر و صدا شد، حتی اونایی که تو مجلس قبلی نماینده بودند. حالا برای ریاست جمهوری هم همه نامزدهای اصلاح طلب رو رد صلاحیت کرده. این یکی دوتایی هم که به عنوان نمیدونم هرچی مهرعلی زاده اینا مثلا هستن، اینا رو اصلاح طلب ها میگه اینا نامزد ما نیستن. حالا حتی این بار از نامزدهای شورای شهر هم اصلاح طلب ها رو کنار گذاشتم. رئیس جبهه اصلاحات فارس با انتقاد از آنچه عمل کرده هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان و رد گسترده اصلاح طلبان در شیراز و برخی شهرستان های استان گفت در شهر شیراز 8 عضو اصلاح طلب شورای پنجم برای حضور در انتخابات شورای ششم ثبت نام کردند، صلاحیت 7 نفر را رد کرده اند. دیگه با چه زبونی به اصلاح طلبا بگن که این نظام ولایی اصلاح پذیر نیست؟ رفرمیستا بساطشون رو جمع کنن، ما از هیچ درزی نمیذاریم وارد بشن. چقدر در خفا بهتون گفتن، حالا جلو چش مردم بهتون میگن. تو گوشتون نرفت، حالا جلو چش مردم بهتون در علن بهتون میگن. شاخصترینشون اسحاق جهانگیری است، معاون اول رئیس جمهور فعلی، که از همه چیز رئیس جمهوری اطلاعاتی که در واقع یک رئیس جمهور اطلاع داره، معاونش هم اطلاع داره، معاون اولش 8 ساله که معاون اول رئیس جمهوره. دفعه قبل و قبلترش هم تو انتخابات تایید شده بود و بود. حالا با چه معیاری رد شده؟ جهانگیری ضمناً سالهاست رابط اصلاح طلبا با آقا امام خامنه ای است و رهبر به او علاقه ویژه‌ای داره، بارها اینجا و اونجا همیشه نقد شده و اینا. خودش میگه در ذهن. یا اون زاکانی دو بار سال 92 و 96 تو انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود اما صلاحیت چون همین شورای نگهبان رد کرده بود، حالا شده جزو 7 نفر تایید شده. من فقط دارم همینجوری نوک میزنم که معیارا رو دستتون بیاد. دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری همین زاکانی رد صلاحیت شده بود، این بار قبول شد. علی لاریجانی 12 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، رئیس قوه قانونگذاری این مملکت بوده، الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مشاور رهبر معظم با حکم خود خامنه‌ای، نماینده ویژه رهبر بوده در معامله با چین در مورد اون توافقنامه 25 ساله ایران و چین. قبلا هم تو انتخابات ریاست جمهوری همش تایید صلاحیت شده بود اما رأی نیاورد. خب این بار اصلا رد صلاحیت شد. آدم های دیگه دوروبر رهبر کم نیستن که رد صلاحیت شد، مثل حسین دهقان مشاور نظامی رهبر. چرا؟ نه اینکه رهبر معظم نعوذ بالله ضعیف شده و بقیه دارن نادیده میگیرن و هر روش رد میشن. حقیقتا میگم اینا برنامه ریزی شده در بیت رهبره تا از آیت الله رئیسی بشون رئیس جمهور، منتها حالا به اسم انتخابات نه به اسم منصوب رهبر. خامنه ای دیروز به صراحت گفت که شورای نگهبان هر کاری کرده لازم بوده که کرده. نامزدها مشخص شدند، شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد. هر کاری کرده لازم، آنچه لازم بوده انجام داد.
آنچه لازم بوده انجام بدهد انجام داد. دیگه روشن‌تر از این بذاریم من سریع برم جلو، چون میدانم که شما هم مثل من این جزئیات رو دنبال میکنید. اتفاق مهمی که هفته پیش افتاد اعتراض شیخ صادق لاریجانی به رد صلاحیت داداشیش بود، علی لاریجانی. یه رشته توییت زد شیخ صادق، نوشت از اولین حضور این جانب در شورای نگهبان در سال 1380 قریب به 20 سال می‌گذرد. در تمام این مدت از شورای نگهبان دفاع کردم، حتی در سالهایی که در قوه قضاییه بودم، اما هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تایید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها. سبب این نابسامانی ها تا حد زیادی دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است، به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش های محققانه به شورا ارائه کند خود آمدانه چیزی بر آن بیفزاید. بعد در ادامه توییتا، برای اینکه یه وقت به ساحت مقدس بیت امام خامنه ای و اطلاعات سپاه مخصوصا خدشه ای وارد نکنه، مثالی که میزنه در اثبات حرفش فقط از وزارت اطلاعات، از دولت میگه، از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی، مثال دیگه، چنان که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل میکنند، حالان که با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب میشود. اینایی که داره نقل میشه، حالا خواهم گفت، اینا تو جلسه همین دو سه روزه شورای نگهبان بوده است برای تایید یا رد صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری. مشکل اصلی شیخ صادق بی تردید داداششه، وگرنه اینم نعوذ بالله اصولا این فقیه شورای نگهبان و کل فقها و رأی و حق مردم و انتقاد از دروغگویی و اینا مانعت الجمعن به قول خودشون. مسئله داداششه. حالا صحبت چه گذشت در جلسه شورای نگهبان؟ حسین جعفرزاده از نزدیکان آیت الله آملی لاریجانی میگوید، یعنی همین شیخ صادق، در جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرایی دبیر محترم شورا آقای دکتر صادقی مقدم گزارشاتی را مطرح می کند مبنی بر تابعیت دختر آقای علی لاریجانی در کشور انگلیس. آقای دکتر علی لاریجانی و دختر ایشان مؤکداً ادعای تابعیت را تکذیب کردند. آیت الله آملی لاریجانی، همین شیخ صادق، مطالبه استعلام از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی در این امور را می نماید و در جلسه عنوان می کند که این جانب در صورتی که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مسئول این امر را تصدیق کند آن را خواهم پذیرفت. پس از این آقای دکتر صادقی مقدم دو مرتبه و صراحتاً اذعان می کنند که معاونت مذکور مسئله تابعیت را تأیید و به صورت شفاهی به ایشان، یعنی دکتر صادقی مقدم، اعلام کرده است. آیت الله آملی لاریجانی پس از جلسه تماسی با معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات برقرار می کنند و با استعلام از این معاونت و معاونت‌های دیگر وزارت اطلاعات ادعای آقای دکتر صادقی مقدم تکذیب شده و مرجع مذکور تصریح می کند که عدم صحت چنین گزارشی به آقای دکتر صادقی مقدم اعلام شده است. با تحقیق و تفاوتی که پس از جلسه مذکور شورای نگهبان در این زمینه انجام می شود مشخص می شود که داماد و دختر آقای علی لاریجانی سال 83 برای تحصیل به انگلیس رفته و سال 95 به کشور بازگشتند و هم اکنون در کشور ساکنند و تابعیت انگلیس را هم ندارند. که حالا ما اصلا به این موضوع دختر علی لاریجانی و اینا کاری نداریم، اصلا بحث انگلیس نبوده، دختر لاریجانی در آمریکا بوده، شاید هم هست، هنوز نمیدونم. و راست میگه علی لاریجانی، میگه مؤکداً ادعای تابعیت در انگلیس رو تکذیب میکنه. میگم این بحث ها اصلا کاملا بحث های حاشیه‌ای و انحرافی است. مهم اینه که در این بحث شورای نگهبان که واقعا نمیدونم از کدوم بره
شورای نگهبان آدم باید بگیرتش. این آقای دکتر صادقی مقدم رو بزنیم بگم کیه، بعد برمیگردیم به بحث اصلیمون. ایشون از سال 1359 با ابراهیم رئیسی کار میکرد، از زمانی که بهشتی، آیت الله بهشتی، یه عده بازجو استخدام میکنه از جوانان طلبه به اصطلاح، و کسایی که مقدماتی مثلا حقوق میخوندن. صادقی مقدم در این خصوص میگوید 14 اسفند که اتفاق افتاد، یعنی اون سخنرانی رئیس جمهور بنی سعد در زمین چمن دانشگاه و بعد حمله نمیدونم لباس شخصی و بسیج و فلان و خیلی شلوغی هایی که در تهران اتفاق افتاد، میگه 14 اسفند که اتفاق افتاد مرحوم شهید بهشتی آمدن در کلاس و فرمودن که یک تعداد بازجو میخواهم که به محاکم کمک کنن. محمد حسن صادقی مقدم بین سالهای 64 تا 66 از خدمت لاجوردی در اوین معاف و به همکاری با ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان انقلاب تهران مشغول می شود. این آشنایی مقدمه ای می شود برای همکاری های بعدی با ریاست سازمان بازرسی کل کشور توسط ابراهیم رئیسی در دهه 80. صادقی مقدم هم به تیم او می پیوندد و به قائم مقامی این سازمان، این سازمان بازرسی کل کشور بر دست رئیسی منصوب می شود. خب این آدم عضو حقوق دانش روی نگهبانه و بله. بعد چند سال این آدم وردست جنتی به عنوان ناظر انتخابات و مشاورش کار میکنه، تو شورا نیست به عنوان حقوق دان، و بعد از اینکه رئیسی میشه رئیس قوه قضاییه، رئیسی اسمشو میده به مجلس به عنوان حقوق دان جدید شورای نگهبان و مثلا تاییدیه مجلس رو میگیره و حاج ممدحسن صادقی مقدم میشود عضو حقوقدان شورای نگهبان و همچنین مشاور اجرایی جنتی دبیر شورا. خب برای بستن راه احیانا انتخاب بد و بدتر مثل دوره های قبلی باید یه جوری جلو لاریجانی مثلا میانه رو گرفته بشه، وگرنه ممکنه یهو ماجراهای دوره های قبل تکرار بشه با شدت خیلی بیشتر و رای دهنده ها برن به لاریجانی رای بدن تا رئیسی کاندید رهبر معظم رئیس جمهور نشه. و خب افتضاحی است دیگه و ممکنه مسائل پیامدم پیش بیاد. این خب حالا صادقی مقدم یار غار رئیسی میاد یه دروغ و علم میکنه تو جلسه بررسی صلاحیت علی لاریجانی تو شورای نگهبان. دروغش فاش میشه همینطور که شنیدین. هیچ کم نمیگه که این عضو حقوقدان شورای نگهبان و مشاور عالی دبیر این شورا با این دروغ گنده از قول وزارت اطلاعات چجوری کسی کاری به کارش نداره، همینطور داره به وظایف اسلامیش و شرعیش ادامه میده و برای 84 میلیون نفر رئیس جمهور تعیین میکنه. رئیس اینا کیه که آدم شکایت به او برد؟ رئیسشون رهبر معظم پیشوای مسلمین جهان. ایشون هم که آخه فرمودن در جزئیات دخالت نمی کنن، این چیزهای جزوی هم که در شأن ایشون نیست که دخالت کنن. دیروز هم عرض کردم، اونان صحبت کردم، گفتن هر کاری شورای نگهبان لازم بوده کرده برای خدمت به ما، به نظام به قول خودش. اون آقای شیخ صادق لاریجانی که پرونده فساد خودش و داداشاش و بارها در همین صفحه آخر گزارش کردیم عضو فقهای شورای نگهبانه، یعنی مستقیم پیشوا او رو منصوب کرده در شمار شش اساره تقوا، همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی بالاترین رکن حقوقی نظام مقدس بعد از رهبر، که به اختلاف شورای نگهبان و مجلس قانونگذاری در تصویب قوانین رسیدگی میکنه و رأیش حرف آخره تو این اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس. و این مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی مشاور رسمی رهبر در تصمیم گیری های کلان رهبره مملکت، از جمله در پیوند با برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی. و رئیس این رکن مهم حکومتی شیخ صادق لاریجانی است که با حکم رهبر معظم نشسته در مسند ریاست مجمع. این آدم که عضو فقیه شورای نگهبان هم هست، عرض کردم، اون وقت شاکیه، متهم که عضو حقوقدان همون شورای نگهبان. و همچنان نظم در بلاد اسلام حاکم است.
عنایت امام عصر و نماینده بر حقش آقای امام خامنه ای. بیچاره مردمی که این شورای نگهبان و این نظام براش رئیس جمهور تعیین میکنه. حالا اینا بعد از این همه کش و قوس و اتاق فکر و مهندسی و دروغ و دغل از چند درصد جمعیت کشور برگزیده شده اند، این هفت نفر که بشن رئیس جمهور همه جمعیت کشور، از کمتر از 30% جمعیت کشور، باور کنید الان میگم دقیق، بیش از 70% جمعیت کشور اصلا حق رئیس جمهور شدن ندارن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل علل ابد غیر قابل تغییر است. در اصل 121 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی کشور باشد، یعنی تشیع شیعه. شیعه ها می دونیم که نگاه دوستانه به اهل تسنن ندارند، به هیچ فرقی از اهل از مذهب تسنن. شما هیچ شیعه ای رو نمی بینین که به ابوبکر و عمر و عثمان احترام بذاره، برعکس سنی ها به علی احترام میذارن. علت چم این است که سنی ها خلفای راشدین و به عنوان جانشینان پیامبر اسلام قبول دارن، همشون براشون محترمن، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. شیعه ها میگن سه خلیفه اول ابوبکر، عمر و عثمان قاصب بودن و در قدیر قم محمد علی رو به جانشینی برگزید، پس به سه خلیفه اول لعنت میفرستن و از این حرف. میدونم که میدونین رو، ولی این یادآوری کردم که بگم این نگاه شیعیان به اهل سنت وقتی وارد سیاست میشه تکلیف برای سنی های ایران روشنه. وقتی رئیس جمهور قسم بخوره که پاسدار مذهب رسمی باشه، برای همینه که میبینید یه مسجد برای سنی ها در پایتخت مملکت مذهب رسمی شیعه وجود نداره. به راحتی مساجد سنی ها خراسان، سیستان و بلوچستان بارها دیدین تخریب میشه، این نمونه هاشه دیگه. صدای کسی هم در بیاد، مخصوصا اگه سنی باشه، جوابش گرز داغ. 10 تا 20% جمعیت ایران سنی هن. مرکز آمار میگوید 10%، یعنی از هر 8 ایرانی یک ایرانی سنی است. و امام جمعه اهل سنت زاهدان عبدالحمید اسماعیل زهی که از بانفوذترین شخصیت های سنی در ایرانه میگه 20% جمعیت ایران سنی هن. یعنی از هر 4 ایرانی یک ایرانی سنی هن. حالا ما بینابین رو میگیریم، آمار شفاف که هیچ وقت نیست، بینابین رو میگیریم 15% جمعیت ایرانیان سنی هم میدونید که در کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان، بلوچستان، ترکمن صحرا و خراسان بیش از مناطق دیگه ایران هستن، یعنی کمتر در مناطق مرکزی. یعنی باری وقتی که در کشور مذهب رسمی داشته باشیم، پیروان بقیه ادیان و مذاهب کشور در بهترین حالت میشن شهروند درجه 2 دیگه، رئیس جمهور شدنشون یا کلن در حکومت نقش داشتنشون پیشا پیش معلومه. پیرو مذهب رسمی نیستن، حکومت هم دینیست، مذهبیست، روشنه دیگه. با این وجود سنیا چاره ای ندارن جز اینکه به همین حکومت شیعه فشار بیارن. مثال بزنم، امام جمعه زاهدان بهمن 96، قانون اساسی وحی آسمانی نیست بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست جمهوری باید تغییر کند.
که خب روشنه تا زمانی که این حکومت فقیهان بر سر کار است همچین چیز خیاله، در بهترین حالت خیال، یه نمیگم فریبکاری است گفتنش اینا. حالا این حذف شدن رسمی 15% از جمعیت ایران از نامزد شدن برای ریاست جمهوری، یعنی اهل تسنن، بعد چجوری بیش از نیمی از جمعیت ایران حذف میشه؟ ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگوید انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: یک، از رجال مذهبی سیاسی. من همینجا بگم، ببینین تو همه متن‌های کهن، تو همه فرهنگ‌های لغت که نگاه می‌کنین، متن‌های کهن و معاصر حقوقی، ادبی، داستانی که نگاه می‌کنین، رجل یعنی مرد. بقیه‌اش حق بازیه که بیایم معنی کنیم رجل یعنی چی، نمی‌دونم رجل یعنی بزرگ فلان بهمون. رجل یعنی مرد در فارسی و عربی. شرط اول ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری مرد بودنه. دو، ایرانی الاصل، تابعیت کشور، چهار، مدیر و مدبر، پنج، دارای حسن سابق و امانت تقوا، شش، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بازم اینجا تاکید میکنه حتما باید شیعه باشه. خب یعنی مرد شیعه، یعنی در ایران بیش از نیمی از جمعیت که زنان باشند و حدود 20% جمعیت که اهل تسنن، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان رو در بر میگیره، اینا حق ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری رو اصلا ندارن و با یه حساب سرانگشتی ثبت نام برای ریاست جمهوری از بین کمتر از 30% جمعیت کشور انجام میشه. بعد از این مردان شیعه جمعیت 30% شورای نگهبان امسال مدارک 40 نفر رو برای مثلا بررسی پذیرفت، آخر 7 نفر رو به اونا نامزدان ریاست جمهوری معرفی کرد. در خدمت آقای دکتر محمد سیف‌زاده هستیم، حقوقدان و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. متاسفانه نشد به دلیل قطع و وصل شدن اینترنت و تصویر سکایپ و اینها بتونیم با ایشون تصویری صحبت کنیم، ارتباط تلفنیمون وصل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، درود بر شما، ممنونم که به هر حال با این مشکلات ارتباطی از ایران همین حد هم تونستیم با هم ارتباط برقرار بکنیم و از شما بهره‌مند بشیم در این برنامه. آقای دکتر، من از این آخر شروع میکنم. این کلمه رجال که شرط اول ریاست جمهوری است، آیا در واقع کلاه شرعی نیست برای ننوشتن صریح کلمه مردان؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. بله، من علاوه بر مطالبی که می‌فرمایید، خاطرم هست که ابتدا در اون به اصطلاح پیشنویس قانون اساسی شخص یا فرد آمده بود که یکی از مراجع به خمینی پیام فرستاد که اگر این کلمه گذاشته بشه من میام جلوی مجلس خودم رو آتش میزنم و یک شیخ فضل الله نوری دیگه در تاریخ میسازم. این است که آمدن کلمه رجال رو گذاشتن. اما رجل بله، یعنی مرد، یعنی مرد سیاسی. اما رجال، مردان، مردان و زنان هم در فرهنگ معین، هم در فرهنگ عمید و هم در لغتنامه به خدا آمده و این قطعا از ابتدا به لحاظ همین این که بتوانند روی این کلمه مانور بدند کلمه رجال رو آوردند. آقای دکتر، قانون انتخابات ریاست جمهوری افزون بر زنان، هر کس غیر شیعه رو غیر شیعه باشه اجازه نمیده که برای رئیس جمهور شدن تلاش بکنه. بنده یک مقدمه کوتاهی در این باره عرض کردم. بعد بعضیا این بحث همیشه بوده است، بعضیا میان در واقع این بحث رو ارائه میدن که همیشه نمایندگانی هستند که اینها بر
جامعه حکومت میکنن. این نمایندگان میتونن از اکثریت و اقلیت جامعه حتی باشن و بحث اینه که آیا این حکومت قانونی و طبیعی اکثریت شیعه بر اقلیت است، حالا ما زنان رو حذف کردیم، یا اعمال سلطه مغایر با حقوق بشر؟ با توجه به جایگاه شما در قانون مدافعان حقوق بشر عرض میکنم قطعا مغایر با اصول حقوق بشر هست. وقتی که من حالا بحث باز متاسفانه محدودتر از این قضیه هست، بحث یک خودی اقل بسیار اقلیت بر اکثریت ملت ایرانه که شامل همه میشه. ببینید اصول قانون اساسی خیلی ساده همدیگر رو نقض میکنه. یکی دو هستی که اشاره کردم در مقابل، مثال عرض میکنم، شما قطعا بهتر از بنده میدانید، در مقابل اصل ششم قانون اساسی است که میگوید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات رئیس جمهور، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میشود. آراء عمومی در اصل ششم قانون اساسی آمده است. خب این آراء عمومی چه ربطی داره به این بحثایی که داریم میکنیم؟ همین نتیجه گیری که بنده سرانگشتی کردم که کمتر از 30% در واقع میتونن از توشون رئیس جمهور در بیاد. بله، من خدمتتون عرض کنم که اگر یک توجهی به مقدمه قانون اساسی و اصول 1, 6, 7, 9, 56, 57, 58, 79, 91, 96 و 99 قانون اساسی بیندازیم، توجه میکنیم که این قانون اساسی مملو از تضاد و تناقض هست. در مقدمه قانون اساسی و اصل یکم نشان میدهد که این حکومت توسط مردم انتخاب شده و مردم با انتخاب خودشون حکومت قبلی رو، یعنی حکومت شاه رو، سرنگون کردن و خمینی رو به قدرت رسوندن، رهبر کردن و حکومت جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن. این به این معناست که مردم در انتخاب نوع حکومت و همچنین مسئولین مختار هستند. به اصل 7 اگر توجه بکنیم، ارکان که تصمیم گیری و تصمیم گیرنده هستند در نظام جمهوری اسلامی ذکر کرده و در اونجا مثلا از رهبری یا از شورای نگهبان و یا سایر نهادهای قدرتمند هیچ صحبتی نکرده. و در اصل نوع قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی با تصویب قانون آزادی های مشروع مردم رو سلب و اسقاط بکنه. این آزادی مشروع مقصود آزادی های شرعی نیست، اینو در حقوق اسکاندیناوی ها هم آمده، بلکه آزادی های مقرر در قانون اساسیش. و در اصول 56, 57, 58 اصل تفکیک قواست. در این قوایی که با هم تفکیک شده باز صحبت از شورای نگهبان نیست یا سایر قوای قدرتمند نیست. در اصل 71 تنها جایی که مرجع تقنینی یعنی قانونگذاریست مجلس شورا هست. و در اصول 91, 96 و 99 صحبت شورای نگهبان میکنه که وظیفه اونها یک، مجلس قانونی نگذراند که مغایر با قانون اساسی باشد و همچنین با احکام اسلامی. توجه باید داشته باشیم که وقتی که در مقام تفسیر مثلا در قانون اساسی هستیم، اصل قدرت در نهادهای به اصطلاح حکومت‌های مردم سالار مربوط به مردم هست، اصل حقوق مردم مربوط به مردم هست و حداقل وظیفه بر عهده نهادهایی است که آمده. بنابراین اینجا نظارت حداقلیه، نه نظارت حد اکثری.
نظارت هم آمده، نظارت استصوابی رو که اعمال دارن میکنن، یک قانونی است در سال 1307 در زمان رضاخان تصویب شده، مربوط به قانون امور حسبی. قانون مدنی هم قسمتش در همین سال هست. در اون قانون برای کسی که مجنون و دیوانه و صغیر باشد قیم تعیین میکنن. برای اینکه قیم زمانی مرتکب خیانت نشود ناظر میگذارن. این ناظر ممکن است به نحو استطلاعی یا استصوابی باشد. تسری این اوصاف به سایر زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از اساس هم اهانت آمیز و هم ممنوعه. نمیشه به سایر موارد این رو تصدی داد که متاسفانه شورای نگهبان از این طریقی که نسبت به مردم ایران اهانت بار هست استفاده می کند. مطلب دیگه که باید حتما به عرض برسانم این است که در اصول 62 و 114 قانون اساسی صحبت از انتخاب مستقیم مردم میکنه، اما وقتی که شورای نگهبان می آید و ادعی رو خودش انتخاب میکنه و میگوید که مردم شما به اینهایی که من میگویم رأی بدهید، صرف نظر از این که انتخاب از معنای لغوی و حقوقی خودش خارج شده، از حالت مستقیم هم خارج میشه. چه آنکه انتخابات برگزیدن کسی برای کاری میباشد. در فرهنگ مهین، فرهنگ عمید و لغتنامه دهخدا به کار آمده. وقتی که این کلمه را بدون قید و شرط و به طور مطلق به کار میبریم، مقصود انتخاب وکیل است. این هم در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی آمده و همچنین در مبسوط ایشان و دانشنامه حقوقی ایشان آمده. بنابراین موضوع عقد وکالته. در عقد وکالت موکل وکیل را تعیین میکنه، حالا با توجه به همون که در هر دو این مورد برای 4 سال هست، بنابراین این وکیل برای اون مدت از طرف موکل مأمور به انجام کار معینی است، مثلا نمایندگان برای قانونگذاری و سایر مواردی که در قانون اساسی آمده است، و رئیس جمهور برای اجرای قانون انجام میشه. باز این دائمی نیست، برای مدت 4 سال وکیل میتواند هر وقت خواست استعفا بدهد و موکل هر وقت در همین محدوده میتواند او رو عزل بکنه، و به فوت و جنون وکیل یا موکل هم موضوع منتفی میشود. پس بنابراین میدانیم موضوع عقد وکالت هست. آی دکتر، آی دکتر سیف زاده عزیز، ببینید، بله، من چون خیلی دارین وارد جزئیات حقوقی میشین و مستقیم هم این بحث جزئیات به انتخابات ربطی نداره، من میخوام فرصت تا دارین من یکی دو نکته رو ازتون بپرسم، اجازه بفرمایید. یکی این که خب شما حقوقدان هستید، من قبل از این در واقع جمله معترضه بگم که فرمودید دوره رضاخان 1107 منظورتون دوره رضا شاه پهلوی است دیگه. بله. و دیگر این که من تعجب کردم، گفتین رضاخان، مخصوصا از حقوقدان جسارتا عرض میکنم بعید هست آقای دکتر سیف‌زاده که دوره خان بودن آنچه که میگوین رضاخان قبل از اینکه بشود شاه و بعدش که خب دیگه اینا تایتل ها و در واقع عناوین رسمی رضا شاه پهلوی دیگه در زمان رضا شاه این قانون تصویب شده. بله. قانون امور حسبی. نکته دوم، شما فرمودید که به دو اصل قانون اساسی اشاره فرمودید که انتخابات تجلی رأی مستقیم مردم است بر طبق این دو قانون اساسی. ببینید، خودتون میدانید بسیار بهتر از بنده که
همین قانون اساسی که شما میفرمایید فلان اصل و فلان اصل و فلان اصل رو بهش عمل در واقع نمی کنن و عملشون در واقع غیر قانونی است بنا به نص صریح قانون اساسی. همین قانون اساسی، من یک دو مثال آوردم، الان یه دونه دیگه خدمتتون عرض میکنم. خود این قانون اساسی انقدر ابهام داره، انقدر ضد و نقیض داره که به راحتی دورش میزنن. من مثال ماده 5 خدمتتون عرض میکنم فقط. حالا میگه چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید، وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید. به چه دلایلی؟ ماده 5 انتخابات ریاست جمهوری است. به چه دلایلی؟ این قانون موضوعی است، قانون اساسی نیست که بگه رعایت فلان اصل مثلا باید با قانون موضوعی رجوع کنید و اینها. قانون گذار تعیین میکنه. این قانون انتخابات ریاست جمهوری است که میگوید که مجلس تصویب کرده، که میگه به دلایلی اگر ریاست جمهوری رو، انتخابات ریاست جمهوری رو، بدون اینکه توضیح بده به چه دلایلی. هیچ احتیاج به تفسیرم نداره به ذم آقایان. آیا شما میتونین برای مثال آقای دکتر بفرمایید به چه دلایلی؟ منظورم نیست که تکیه به قانون، به قانون اساسی، حتی به اصول قانون اساسی، همون مثالی که قبلا زدم، و بعد قوانین موضوعی مربوط به تک تک این قانون اساسی، اصول قانون اساسی، مثل همین قانون انتخابات ریاست جمهوری، راهی نمیگذارد برای اینکه اصولا آزادی و استقلال مردم، یعنی حق تعیین سرنوشت مردم، محقق شود. بله، کاملا درست میفرمایید. من این قانون اساسی رو نه رأی دادم و نه قبول دارم، به لحاظ نه تنها ابهامات بلکه تضادهای بسیار زیاد و تناقضهای بسیار زیادی که در آن هست. اما من به عنوان حقوقدان ناچار هستم که بگویم هدف از تصویب این قانون چه بوده، و این اصول رو به هم جهت خدمتتون ذکر کردم برای اینکه بدانیم نه نمایندگان مجلس و نه کسانی که به عنوان رئیس جمهور تعیین میشن، وقتی که میآیند و سوگند به کتاب آسمانی هم میخورند، اما چون نماینده واقعی مردم نیستند و به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب نمیشوند، هیچگاه به این سوگند خودشون هم وفادار نیستند. آقای دکتر، در اصل 177 قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن و حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند. یعنی همه چیزایی که، همه مواردی که الان مورد بحثه، یعنی دینی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین مقررات بر اساس موازین اسلامی، ولایت امر و امامت و امت، این داستانا میگه همشون. خب ببینید، من میخوام برگردم به، با توجه به اینکه بسیاری از بینندگان این برنامه میپرسند که شما فقط نقد میکنید و راهکار، راه چاره و چشمانداز ارائه نمیدید. خب ما که وظیفه‌مون راهکار و راه چاره نیست، ولی میشود درباره چشمانداز صحبت کرد، از جمله همین موضوع که ببینید تمام این مواردی که در این اصل 177 قانون اساسی اومده، مواردی است که هر کسی که مخالف استبداد موجود در ایران است و مخالف ولایت مطلقه فقیه به ویژه هست رو در بر میگیره. میگه این اصول قانون اساسی تغییر ناپذیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیتوانید شما در چارچوب جمهوری اسلامی ایران بخواهید این اصول اصلاح بشه یا تغییر بکنه، چون تغییر ناپذیره، علل ابده. یعنی از طریق مسالمت‌آمیز نمیشود این اصول رو کنار زد، و چون این تصوری از اساس نادرست و غیر عملی است. من میخوام اشاره بکنم در این فرصت کوتاهی که داریم به بیانیه‌ای که شما امضا کردید آقای دکتر سیف زاده، که معروف شد به بیانیه 15 فعال سیاسی و مدنی، که تو اون بیانیه از راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین گفته اید که
گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک دموکراسی سکولار پارلمانی، شناخته شدن حق رأی مردم و اینها گفته شده. چگونه چنین چیزی ممکنه آقای دکتر سیف‌زاده عزیز؟ حتی اگه منظور فقط برگزاری رفراندوم باشد، همه پرسی باشد، هم میدانیم تا زمانی که در بر این پاشنه میچرخد محقق نمیشود. و این خودش آیا صریح بپرسم از شما دکتر عزیز که آیا یکی از باورهای غیر عملی نیست که مانع می شود تا راهکارهای عملی برای رسیدن به یک نظام غیر دینی پارلمانی ارائه بشه؟ من مجددا خدمتتون عرض میکنم که در مورد اصل 177 که فرمودید، میدونید این در سال 68 اضافه شد و اینو از این حقوق رو از مردم سلب و اسقاط کردن. و این اصل 177 با به اصطلاح مقدمه قانون اساسی و با اصول 1 و 6 قانون اساسی در تضاد کامله. در اونجا میگه مردم رژیم سابق رو ساقط کردن و رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن و رهبرش هم خمینی تعیین کردن. در اینجا اون وقت میگه که این اصلا نمیتونن تغییرش بدن، این اما از تضادهاییست که در قانون اساسی است. اما حقوقدان وظیفش این است که با توجه به همین وقتی که این تضادها و تناقضها وجود داره، بتواند در جهت حقوق مردم و احیای حقوق مردم اقدام بکند. اما در مورد مطلب بعدی که فرمودید، پیشنویس این بیانیه توسط اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شد. ما به عنوانی که حقوق بشری هستیم نمیتوانستیم به غیر مسالمت آمیز به مردم ارائه طریق بدیم. ما باید از طریق مسالمت آمیز دفاع میکردیم و البته آقای دکتر برای گذار از این قضیه، این با خود مردم هست که وقتی امکان پذیر نیست از به اصطلاح امکانات دفاع مشروع استفاده بکنند، که حالا در همین قوانین قانون مجازات اسلامی هم آمده. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر سیف‌زاده عزیز، حقوقدان در تهران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، ممنونم که در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم. دی آخر زودی یو ذهبو بالوبا به این شکل، پس اینایی که میخوان به وبا به کرونا گرفتار نشن، مبتلا نشن، مرتب موهای سرشون را شانه کنن، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از وبا، پیشگیری از بیماری همگانی، پیشگیری از کرونا است. مرتب شانه کنن. شب و روزگار خوش.